خانه ایران در دستان شماست. درود خدمت همه هممیهنان عزیزم در سراسر جهان، به خصوص هممیهنان دربند در درون مرز که میدونم این برنامه ها رو وقتی که با حجم کم در کانال تلگرام اکثریت خاموش میذاریم و بسیاری از عزیزان دیگر این رو بسیار گسترش میدن و شریک میشن، به تک تک شما درود میفرستم. امیدوارم که شب خوبی در ایران داشته بودید و روز خوبی در دیگر کشورهای اروپایی و آمریکایی. برنامه مخصوصی امروز داریم به مناسبت روز جهانی زن که 8 مارس بود و در پنل امروز من تنها مرد هستم و 4 مهمان بسیار گرامی داریم: بانو شراره لاری، بانو سیمین بهرینی پور، بانو نیره نوری و برای اولین بار بانو نسرین زیربندیان که تا چند دقیقه دیگه گفتگو در رابطه با روز جهانی زن و حقوق بانوان رو آغاز خواهیم کرد. همطور که میدونید برنامه های جمعه نهاد مردمی رأس ساعت 11 صبح وقت غرب آمریکا، 8 شب اروپای مرکزی، 10 شب ایران به طور زنده در برگه فیسبوک نهاد مردمی اجرا میشه. هموطنان عزیز، یک سال و خورده پیش در چند برنامه تلویزیونی که من و یا اجرا میکردم و یا میهمان دکتر شاهبرتی بودم، هم قبل و هم فوری بعد از انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا خدمتتون عرض کردم که اگر آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا نمیشد، به احتمال زیاد پرفاجعه ترین اتفاقات در دنیا و بر علیه آمریکا و کشورهای دموکراتیک می افتاد. چرا؟ برای اینکه بعد از 8 آقای اوباما و قبل از اونم پرزیدنت های دیگر، ولی به خصوص آقای اوباما که نه جرأتش رو داشت و نه میخواست که جلوی دیکتاتورها و زورگوهای دنیا بایسته، از اون روز اول که آقای بشار اسد گازهای شیمیایی استفاده کرد و خط قرمز آمریکا بود و اوباما کاری نکرد، با تمام دروغهایی که جمهوری اسلامی گفت و اینها رفتن برجام رو امضا کردن، با تمام تهدیدهایی که این رئیس جمهور یا پادشاه یا دیکتاتور دیکتاتور کره شمالی انجام داد، آقای اوباما کاری انجام نداد، و تمام شیطنت بازی های جمهوری اسلامی در یمن و غیره، این حرفا برعکس. ولی اون موقع من خدمتتون گفتم آمریکا کسی رو لازم داره مانند ترامپ که نترسه از ریسک کردن، برای اینکه همه ما میدونیم که با آدم قلدر دیکتاتور مثل آقای پوتین، مثل بشار اسد، مثل خامنه ای، مثل دیکتاتور کره شمالی و غیره، فقط باید با زور و قدرت روبرو شد. اگر زور و قدرت داشتید و تونستید پشتش بایستید، اون موقع دیپلماسی ممکنه کاری انجام بده. اگر بترسید که من این کارو بکنم اینجوری میشه، به همین درد 10-15 سال گذشته دوچار خواهیم شد که تمام دنیا هر چی دلش خواست با آقای ترامپ گفت. چرا این خدمتتون عرض میکنم؟ برای اینکه مطمئنا همه خبر دارید که دیشب ساعت 7 شب به وقت آمریکای غربی رئیس سازمان امنیت کره جنوبی اومد کاخ سفید و جلوی کاخ سفید ایستاد و گفتش که این آقای دیکتاتور کره شمالی قبول کرده که یک
تمام اون منطقه کره شمالی و جنوبی بدون هیچ گونه بمب اتمی و غیره باشه. دو، قبول کرده که بیاد، اون پیش شرط رو قبول کرده که بیاد مذاکره بکنه، قبول کرده که مانورهای نظامی آمریکا و کره جنوبی که هر سال انجام میشه و امسال پرقدرت‌تر از همیشه انجام خواهد شد، اونها هم انجام بگیره و ایشون هیچ کاری نداره، و قبول کرد که در زمان این مذاکرات نه بمبی تست بکنه، نه موشکی هوا بکنه و غیره. یعنی دقیقاً تمام کارهایی رو که تهدید میکرد در چند سال گذشته و حتی در پارسال، همه رو عقب نشینی کرد. فقط گفته ولی من حاضرم، میخوام با آقای ترامپ هم ملاقات بکنم. آقای ترامپ هم گفت چرا که نه، قراره که اواسط ماه می یه جایی برم بنشینم. من فکر کنم آقای اوباما، آقای ترامپ این آقا رو دعوت کنه، قد کوتاه رو بگه بیاد تو فلوریدا تو منزلش. حالا بگذاریم، فرق نمیکنه کجا باید ملاقات بکنم، این رو بهش میگن قدرت. حالا این چرا مهمه؟ علاوه بر این که برای امنیت دنیا مهمه، برای امنیت اون شبه جزیره کره و کره جنوبی و اینا مهمه، برای ژاپن مهمه، اینها از همه مهمتر برای ما ایرانیان این مهمه که این دیگه اگر انجام بشه تا یک دو ماه دیگه، این میخ آخر هست روی تابوت جمهوری اسلامی. چرا؟ برای این که تمام دنیا میدونن که جمهوری اسلامی که میگه من از لحاظ برجام غنی نمی کنم، اونم موشک زیاد هوا نمی کنم، کلاهک درست نمی کنم، تمام این کارهای تست و آزمایش های اتمی رو جمهوری اسلامی در کره شمالی انجام میداده و انجام میده. اگر کره شمالی بمباشون رو بگیرن و ببندن و بعد کمک کنن که اون جامعه بیچاره، مردم کره شمالی بتونن یک زندگی داشته باشن که اونا بدبختر از مردم ایران هستن 100 بار، جمهوری اسلامی دیگه هیچ جایی نخواهد داشته باشه بره. و الان میدونیم که وضع در داخل چقدر خرابه، میدونیم که این نیروهای انتظامی و شهرداری و غیره هر شب باید برن هی این دیوارا رو بشورن که میگه مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور. تظاهرات هست، میبینیم که بانوان چگونه، بانوان انقلاب برن چگونه کار میکنن، پروژه اکثریت خاموش به سرعت عجیب داره پیشرفت میکنه. من میدونم و ما میدونیم به خاطر تمام پیام هایی که از داخل کشور از تلگرام میاد و از جای دیگه میاد، داوطلبانی که داریم، بنابراین همه اینها دست به دست هم خواهد داد. و مطمئن باشید که جمهوری اسلامی الان که میبینه آمریکا و آقای ترامپ با یک قدرتی مثل کره شمالی که 6 تا یا 60 تا بمب اتمی هم داره اینجوری رفتار کرده، چنان رفتار کرده که اونا به زانو افتادن میگن هر کاری میخوایم بکنیم فقط یه ملاقات داشته باشیم، مذاکره کنیم، جمهوری اسلامی دیگه باید بدونه که آخرش چه خواهد بود. یه نکته دیگه هم خدمتتون عرض بکنم و که این نکته که موضوع که الان خدمتتون میگم، این نشان دهنده این است که ایرانیان خارج از کشور چه کرده اند. ترس در رژیم جمهوری اسلامی عجیب غلبه کرده. چرا؟ برای اینکه همین امروز صبح از یک منبع محرمانه، حالا نمیدونم این چاپ هم چه جای دیگه شده باشه، ولی از یک منبع محرمانه به یکی از اعضای ما در نهاد مردمی گزارش دادن که یک گروهی از جمهوری اسلامی به طور غیر علنی و پنهان و محرمانه، نه تو ایران این خبر رو گفتن نه اروپا، اینا اومدن دیروز سوئد. کیا اومدن سوئد؟ برای جلسه گذاشتن آقای سید کمال تقوی نژاد که ظاهراً معاون وزیر اقتصاد و فایننس و این حرفا هستش و رئیس یک سازمانی تو ایران که مربوط به مالیات ملی اینا میشه. دو، آقای سید رسول مهاجر که سفیر ایران هست توی استکهلم سوئد. سه، آقای حمدالله کریمی عضو مجلس جمهوری اسلامی. چهار، شهاب نادری عضو مجلس، نماینده مجلس. پنج، مهداد باوج لاهوتی باز نماینده مجلس. زهیم زاره عضو مجلس. احمد انارکی محمدی عضو نماینده مجلس. احمد زمانی، حالا دیگه تیتراش رو نمیخونم، احمد زمانی و حجت الله صالحی و غلام رضا شریفی و محمد طاهری و هادی نمازی. حالا شما فکر میکنید اینا چرا محرمانه اومدن؟ یادتونه که اینا وقتی که زمان آقای اوباما بود میومدن و میرفتن و ما داریم میریم و صحبت میکنیم، اینا
اینا محرمانه اومدن برای اینکه اگه ایرانیای سوئد و اروپا میفرستن پدر اینا رو در می آوردن، یا احتمالاً مثل اون شارودی که میخواستن نذارن از آلمان در بره، میترسن اینا رو بگیرن اصلا نذارن برن بیرون. حالا ببینیم که دولت سوئد میخواد چیکار بکنه، یا باز به اینا میخواد مماشات بکنه و شایی بکنه و زولوبیا و غیره، ببینیم کجا خواهد رسید. ولی الان تمام شواهد در این است که کشور در داخل کشور آمادگی داره. ما امیدواریم که در برون مرز نیست سازمان ها گروه ها با هم همکاری بکنن، به خصوص سازمان ها و گروه ها و منفردینی که چه جمهوری خواه و چه طرفدار پادشاه پارلمانی قبول کردن که تنها راه گذار از جمهوری اسلامی یک فرماندهی واحد هست، یک پرچمداری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول کردن تا بعد از که ایران رفتیم در اونجا بر اساس پروسه‌ای مردم ایران انتخاب بکنن نوع حکومت آینده خودشون رو، چه پادشاهی پارلمانی و یا چه جمهوری. بنابراین تبریک به تمام شما عزیزان خارج از کشور و داخل کشور که باعث شدید اینها یواشکی بخوام بیان برن کشور سوئد. و آقای ظریف هم که میدونید چند وقت پیش که اومده بود برای مونیخ، هواپیماش بنزینش تموم شده بود، بهش بنزین نمیدادن. چرا؟ برای اینکه اگه هر کمپانی بنزین میداد به هواپیمای آقای ظریف، بر علیه تحریم‌های آمریکا بود. مجبور شدن برن از ارتش آلمان اونجا یه سری بنزین بیارن بزنن آقای ظریف سوار بشه و بره ایران. خب اجازه بدید که برنامه اصل برنامه رو شروع کنیم. همونجوری خدمتتون عرض کردم تمام میهمانای برنامه امروز بانوان هستن، و اول از همه از همرزم و هموند عزیزم بانو شراره لاری خواهش کنم که برنامه رو ادامه بدن. خانم لاری بفرمایید. خواهش می‌کنم. درود بر شما جناب دکتر فروتن گرامی، همچنین درود بر یکایک عزیزان و میهمانانی که در جمع ما حضور دارن، بالاخص درود ویژه بر یکایک بینندگانی که چه در ایران چه در خارج از ایران صدا و تصویر ما رو دارن. 8 مارس روز جهانی زن. اگر اجازه بفرمایید جناب دکتر فروتن، من از ابتدای جنبش بانوان یک مختصری توضیح بدم تا به 8 مارس برسم و به 8 مارس رو چطور در ایران برگزار شد و تا انتهای برنامه در پیشگاهتون هستم با توضیحات. در گیر و دار جنبش مشروطه‌خواهی زنان ایران کم کم وارد عرصه مشارکت و فعالیت اجتماعی شدند با تأسیس انجمن‌های مخفیانه یا علنی با محوریت ارتقای سطح سواد، سلامت، اصلاح قوانین به نفع زنان، همینطور انتشار نشریات تخصصی توسط روشنفکران و اجرای برخی اصلاحات اجتماعی به ویژه آموزش و پرورش عمومی و اشتغال در زمان رضاشاه که اونها به بهبود وضعیت آگاهی و اجتماعی زنان خیلی خیلی کمک میکرد. نخستین جرقه های تجددخواهی زنان رو میشه در دربار ناصرالدین شاه و محافل روشنفکری دید که به واسطه حالا آمده شدشون به اروپا شکل گرفته بود. یکی از محورهای اصلی تجدد کشف حجاب بود. در سال 1310 پیگیری های بیشتری از طرف بانوان در جهت کسب مطالباتشون به وجود اومد. این ابتدای شروع جنبش بانوان بود که از زمان مشروطه بود، طی سالها حتی در زمان انقلاب با صدور فرمان حجاب اجباری زنان همچنان در اعتراض و در روبروی حکومت و این رژیم بودن برای مقابله با اون تحمیلی که برای حجاب بهشون تحمیل شده بود، تا در سال 1395 در مهمای 1395 حسین اشعری فرمانده ناجا در تهران و برخی گزارش داده بود که در تهران و برخی استانها روزانه 2000 نفر از افرادی رو که پوشش نامناسب دارن دستگیر میکنن. اولین اعتراضات به حجاب اجباری در شبکه‌های اجتماعی در سال 1391 از طرف گروه از دانشجویان و دانش آموختگان ایران تحت عنوان نه به حجاب اجباری شکل گرفت. بعد از اون هم پدیده شکل گرفت که بعد از اون در اردیبهشت سال 93 کمپین آزادی یواشکی، بعد از اون هم چهارشنبه های سفید در اعتراض، تمامی اینها در اعتراض به حجاب اجباری بود.
تا در اوایل دیماه 1396 با خانم میبیدا موحد بانوی ایرانی که با برداشتن حجابش در بالای سکوی در میدان انقلاب به طور رسمی این اعتراضات بر علیه حجاب اجباری رو استارتش رو زدن و اندکی بعد این روش اعتراضی فراگیر و همگی شد. اکثر زنان در شهرهای مختلف با عقاید و پوشش‌های مختلف به این جنبش پیوستن که جمهوری اسلامی حالا با بازداشت ده‌ها تن از این زنان سعی داشت تا اونها رو سرکوب کنه اعتراضاتشون رو، اما این جنبش ادامه داشته دارد و خواهد داشت که من در بخش بعدی به خدمت شما اعلام خواهم کرد که این 8 مارسی رو که پشت سر گذاشتیم در چه شرایطی بود. جناب دکتر فروتن اگر اجازه بفرمایید، البته در پیشگاه بانو بحرینی پور باشیم برای ادامه گفتگو، سپاسگزارم از شما. خواهشون قبل از خانم برنی پور صحبت کنم، اولا با تشکر از خانم لاری، من فقط می‌خواستم بگم که خانم برنی پور چقدر خوشحالم که در برنامه‌ای که من و شما با هم هستیم شما تشریف دارید، من در خدمت شما هستم. دفعه قبل که تشریف آوردید من این شانس رو نداشتم. خواهش می‌کنم، خیلی خوش آمدید بانو برنی پور گرامی، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بسیار سپاسگزارم، با درود فراوان به جناب دکتر فروتن اتاق فرمان و از اینکه محبت فرمود و دیگر بار مرا دعوت به این برنامه فرمودیم بسیار بسیار سپاسگزارم و همچنین درود گرم به گرامی مهمانان و بینندگان. و اما کنون به بخشی از بزرگی‌ها و اهداف برجسته و ارزشمند شاهنشاه آریامه درباره تساوی حقوق بانوان در دنباله اهداف پدر بزرگوارشان رضا شاه بزرگ می‌پردازم. باید گفته شود که کمتر بانوان فریخته‌ای بودند که گهگاه ساز آزادگی را می زدن. اما این شاهنشاه آریامهر بود که با همت بالا و درایت به ارث برده از پدر ارجمند سودای آزادگی نیمی دیگر از شهروندان ایران را که بانوان تشکیل می دادن در سر پرورانده و حقوق سیاسی آنها که شامل حق رأی می شد در پروژه های اصلاحاتی خود گنجانیدن. با وجود مخالفت‌های مثلا روحانیونی همچون خمینی دجال که در این باره تلگرامی هم به شاهنشاه آریامهر در 17 مهر ماه 1341 خورشیدی می‌فرستد که البته ایشان توجهی به آن نمی‌فرمایند. از اتاق فرمان خواهش می‌کنم اگر امکان داره تلگرام خمینی رو بگذارم که سپاسگزار خواهم شد. و اما ایشان بانوان را حتی به درجه وزیری ارتقا دادند، همچون بانو پارسا که وزیر فرهنگ بودند و شوربختانه پس از شورش ننگین 22 بهمن ایشون تیرباران شدند. و اما در انگلیس که خود را خیلی پیشرفته می‌خوانند، هنوز بانوان از تساوی حقوق حقی خود با مردان بهره‌مند نیستن. حتی حقوق سالانه آنها در حالی که دارای یک مقام هستند مساوی نیست، از مردان کمتر. و همچنین بانوان با نام فامیل همسرشان به استخدام در می آیند و که شما این رو در نخست وزیران زن ایشون می بینین که پیشین نخست وزیر پیشین مارگارت تچر و کنونی که ترزا می هست، در حالی که در زمان شاهنشاه آریامه بانوان با نام خود استخدام می شد. و همچنین باید متذکر شد که شاهنشاه آریامه با احداث مدارس مختلف اجتماعی بس پیشرفته ایشون اجتماعی بسیار پیشرفته رو پیریزی کردن و با اینکه خانواده ها ظاهرن متجدد بودن، اما شوربختانه اکثریت ذاتن هنوز همون خرافات تازیه ها را یدک میکنند، چون در حقیقت میهن پرست نبودند و از آنجایی که آزادی را باید با تلاش به دست آورد تا ارزش اون را درک کنید، ناسپاس تازی پرستان که در به دست آوردنش همتی به خرج نداده بودند، نابخردانه پشت پا زدند بر تمام آزادی هایی که واقعا با ارزش بودن و از جانب شاهان پهلوی
در طبق اخلاص به بانوان اهدا شده بود و خمینی جانی را به شاهنشاه آریامه ترجیح دادن و نهایتاً آن شد که نمی بایست. شوربختانه در این شورش ننگین هر و خشک در آتش جهل و نادانی ناسپاس تازی پرستان ایرانی نما سوختند و نزدیک به 40 سال است که خائنین ایرانی را که می رفت که پنجمین قدرت جهانی گردد به این روز اسفناک و فرزندان ایران را به فلاکت سوق داد. و اما اکنون باز هم دلاور شیربانوان میهن پرست هستند که با برافراشتن پرچم آزادی دیگر بار برای به دست آوردن حقوق مساوی خود که از آنها سلب شده کوشا در رهایی ایران هست. کنون پروانه میخواهم که در بخش دیگر به دنباله آن بپردازم و رشته سخن را به جناب دکتر فروتن میسپارم. با تشکر از بانو برنامه‌پور. خانم برنامه‌پور، اینجوری که شما برنامه اجرا میکنید من اصلا یاد بذارم برم. دقیق و خوب و از اتاق فرمان خواهش میکنم عکس تلگرام رو بذارید. براو، درود بر شما. خواهش میکنم. واقعا خسته نباشید. خب همیهران عزیز، اجازه بدید که من از بانو نسرین زیربندیان که بار اول هست باشون آشنا شدم چند دقیقه قبل از برنامه، قبل از اینکه با ایشون صحبت بکنیم، از اطلاعاتی ازشون گرفتم. ایشون حدود 4 سال هست که از ایران خارج شدن، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنن و در رابطه با فعالیت‌هاشون اگر مایل باشن، فعالیت‌های سیاسی، حقوق بشری و غیره اگر مایل باشن، میتونن که اول چند ثانیه‌ای رو صحبت کنن. و خیلی خوش آمدید بانو زیربندیان گرامی. لطفاً میکروفونتون روشن بفرمایید و شما برنامه رو ادامه بدید. درود بیکران بر شما و تمامی عزیزانی که الان دارن برنامه ما رو تماشا میکنن. ضمن عرض تبریک و شاد باش به مناسبت روز جهانی زن، منم میخواستم در ارتباط با روز جهانی نگاهی به این روز در کشور عزیزمون ایران داشته باشم. اما در مورد توضیحاتی که شما می‌خواستین در مورد فعالیت‌هام، بهتره بگم که من حدود الان 2 ساله که دارم در زمینه بانوان و کلاً حقوق بشری فعالیت می‌کنم. خب ببینید، بانوان ایرانی همواره در تلاش و کوششی سخت برای به دست آوردن حقوق خودشون و مجاب کردن و آگاهی بخشیدن به مردم و حکومت از دیرباز سعی و کوشش زیادی داشتند. اما متاسفانه به خاطر بافت فکری و فرهنگی جامعه، بانوان ایرانی در تلاشی دو سویه بودند. از یک سو خانواده و از سوی دیگر حکومت بوده. فراموش نکنیم این تلاش ها از نخستین روزهای تأسیس انجمن ها و رسانه ها شروع شد و به اصلاح آموزش و پرورش رسید و در ادامه به حق رأی و انتخاب شدن. در اثر کوشش ها و تلاش های بانوان بودش که بانوی ایرانی به چندین خواسته اساسی خودش رسید، مثل آموزش و توانمندی و مشارکت‌های سیاسی و البته حق انتخاب پوشش. در دوران حکومت پهلوی زنان تونستند به وزارت، وکالت و نمایندگی مجلس برسند. اما متاسفانه با وقوع انقلاب و به قدرت رسیدن آخوندهای متحجر و زلستیز، این تلاش ها و کوشش ها همگی از بین رفت و نوع جدید استعمار و استبداد رو بانوان تجربه کردند. این بار به شکلی مذهبی و ایدئولوژیک و به یک باره تلاش 70 ساله شون از بین رفت. هرچه در این 40 سال دوران حکومت آخوندی سعی کردند حتی
حتی نتونستن به اون آزادی هایی که در قبل از انقلاب داشتن برسن. و بسیاری از مدافعین و فعالین حقوق بانوان هم در این 40 سال متاسفانه به شکل بسیار بدی سرکوب شدن و یا سرخورده شدن. اما در این روزگار که فضای رسانه‌ای و اینترنتی گسترش بسیاری پیدا کرده، دوباره شاهد فعالتر شدن بانوان ایرانی در راه رسیدن به آزادی‌های مشروع و به حق خود هستند. حقوقی همچون فرصت برابر با مردان، تحصیل، اشتغال و بسیاری از حقوق خود. و در این زمینه هزینه‌های بسیاری رو پرداخت کردند و همچنان هم در حال دادن هزینه هستند. اما یأس و ناامیدی در قامت بانوان ایرانی نیست. در گذرگاه تاریخی ما همیشه شاهد حضور شجاعانه زنان در عرصه‌های مختلف بودیم و اما این بار با صلابت و شجاعت بیشتری پای به وسط میدون گذاشتن و فریاد اعتراض خودشون رو به گوش همه رسوندن و به خصوص جهانیان. و ما این بار با پافشاری بیشتر برای رسیدن به خواسته های خودمون و تا به دست آوردن اون خواسته های به حقمون دست از تلاش بر نخواهیم داشت. باور من اینه که دوباره ایران زمین شکوه و عظمت گذشته خودش رو به دست میاره و در این راه بانوان جزو پیشگامان خواهند بود. نمونه این تلاش ها در رفتار سیاسی و اجتماعی دختران انقلاب نمود واضحی داشته. برای رسیدن به آزادی، عزیزان من، راهی جز مبارزه وجود نداره و ما هم همواره در راه مبارزه هستیم و قطعاً پیروزی از آن ماست، چون که این ما هستیم و بر حقیم. من میکروفون میسپارم دست شما جناب آقای فروتن، در ادامه در پیشگاهتون هستم. باشم، براو خانم زیرندی. من فکر کنیم مثلا یه اتاق، یه جای جلسه یه آخون باشه، بعد خانم لاری و خانم بهرینی پور و خانم زیربندیان و خانم نوری، این چهارتا هم اونجا باشن با این آخونده شروع کنن صحبت کردن. حالا اونجا فیلم برداری داشته باشه که فیلم برداری. اجازه بدید تا خانم نوری وبکمشون رو درست میکنن که وسط صفحه باشن، من یک درودی داشته باشم به عزیزانی که در اتاق فیسبوک هستن. درود دارم به جواد، جناب رسولی گرامی، ریاض زبوری، فرح سانه‌ای، آرچیا ای اس، بعد فرزاد آزاد و علیپور، رمضان، جوزف الوندی. آقای جوزف الوندی نوشتن درود بر ترامپ دیکتاتور کش، بعد دو دفعه هم نوشتن. خب بهروز فرشادفر، سرباز میهنم که واقعا شب و روز نداره، هم برنامه رو نگاه میکنه، هم شیر میکنه، هم با ایران هماهنگی میکنه، اینا درود بر شما جناب فرشادفر. حمید بیات، حسن شهبازی، ایشون نوشتن از وکلا در خارج از ایران بخواهید که درخواستی مبنا بر بستن شبکه بی بی سی در لندن به علت خبرهای دروغی به نفع جمهوری اسلامی و به ضرر مردم از آن داخل ایران جهت بستن این شبکه مزبور اقدام کنن با سفارش. البته جناب شهبازی، میدونید که بی بی سی یک تلویزیون دولتیه و تا وقتی که خود دولت انگلیس نخواد کسی نمیتونه ببنده. حالا اگر مثلا سی ان ام بود میشد به کار کرد، ولی خب اعتراض میشود کرد. محسن محمدی درود فرستاده، شهریار فورسینا و من دیگه الان ازدین چند دیگه هم بخونم و بریم توی به ادامه بدیم برنامه. فریاد آریا، کامی پرژیان و بسیاری، و علیپور، رمضان، سیما آستین. خب بانو نیره نوری گرامی، خیلی خیلی خوش اومدید دوباره به برنامه خودتون، به نهاد خودتون، و خواهش میکنم که شما برنامه رو ادامه بدید. جناب دکتر درود بر شما و درود بر تمامی بینندگان عزیز و همچنین میهمانان گرامی. به
به لبهایم نزن قفل خموشی که من باید بگویم راز خود را. به گوش مردم عالم رسانم تنین آتشین آواز خود را. مارس فرصتی هستش که در سراسر دنیا همه مردم، میلیون‌ها نفر میتونن در مورد موقعیت زنان صحبت کنن. در قرن 21 ما الان شاهد هستیم که زنان در همه دنیا از حقوق کمی که مردان هم از اون بهره دارن محرومن. ولی ما در مورد موقعیت زنان در ایران و در کشورهای اسلام زده میخوایم صحبت کنیم. در مورد موقعیت‌های زنان در کشورها کمی حقوق انسانی از اونا محروم شده. حق طلاق از اونا گرفته شده. حق خروج از کشور و یا حتی گاهن حق خروج از منزل هم از اونا گرفته شده. حق کار و فعالیت اجتماعی گاهن از اونا و فعالیت‌های اجتماعی اونها گرفته شده و اگر این زنها اعتراض کنن، مبارزه کنن، حجابشون رو کمی فقط اگر عقب ببرند با شلاق، با دستگیری یا زندان یا اعدام و یا سنگسار پاسخ می‌گیرن. ما در مورد موقعیت میلیون‌ها زن می‌خوایم صحبت که تن و بدن اونها به عنوان ناموس مردا معرفی می شد و یا اگر تخطی کنن از قوانین اسلامی و از ناموس پرستی که در ایران، در افغانستان، در عراق، در پاکستان و در کشورهای اسلامی علیه زنا اعمال میشه، با قتل و یا دستگیری و اعدام پاسخ می گیرن. سپس من در بخش بعدی در پیشگاهتون هستم جناب دکتر. بسیار بسیار متشکرم. خانم نوری، اون شعری که اول خوندید اون خودتون نوشته بودی از کجا جایی بود؟ راجعش بگید اگه ممکنه. از جایی خوندم، خوشم اومد، گفتم که براو نندگانم بازگو کنم. دستتون درد نکنه. خب اتاق فرمان، آیا اون ویدیو انیمیشن باروان رو داریم؟ اگر نداریم میتونید که آماده چند تا ویدیو کلیپ خاموشی باشید. من اینجا دوستا پیام فیسبوک رو بخونم تا اینکه دور بعدی رو با دوستان بزنیم. اینجا علاوه بر خانم آرمیتا سایه که گفته درود بر بانوان گرامی و مبارز، همبستگی بانوان برابر با پیروزی و آزادی ایران عزیزمون. یعنی از این دقیق‌تر و درست‌تر واقعا نیست. بانوان در جبهه مقدم مبارزه بودن و از همه هم بیشتر زجر و بلا کشیدن زیر دست جمهوری اسلامی و الان هم که می‌بینیم که چگونه شجاعانه در طول این 38 سال و به خصوص در ماه‌های اخیر و اینا چگونه دارن مبارزه می‌کنن. آقای فرزاد سیروس نوشتن که اخبار درگیری کشاورزان در اصفهان را فراموش نکنید دوستان. بله، اتفاقا یک کلیپی هم ممکنه داشته باشیم در رابطه با اون که اگر وقت شد و باشه اون رو پخش خواهیم کرد. خب الان کلیپ های خاموشی رو داریم. اجازه بدید که من قبل از اینکه چند تا کلیپ رو ببینم نشون بدیم، واقعا تشکر بکنم از همه عزیزان در داخل و خارج از کشور. ما لمس میکنیم و حس میکنیم که چگونه این پروژه اکثریت خاموش داره گسترش پیدا میکنه و میگیره. برای مثال کیوان که ادمین بسیاری از این کانال های تلگرام هست برای ستاد نافرمانی مدنی و غیره، پیامی که برای من دیروز گذاشته بود، ایشون گفتن دکتر فروتن تا دو سه ماه پیش من ممکن بود هفته 3 تا 4 نفر از من بپرسن این اکثریت خاموش چیه، چیکار باید بکنیم. میگفت الان جوری شده که از این کانالایی که خیلی هم هستن، فکر کنم 30 تا 40 تا 50 تا کانال ایشون هماهنگی میکنن و برنامه میذارن، میگفت معدل از هر کدومشون تقریبا روزی 10 نفر مختلف میان میپرسن، بعضی وقتا 20 نفر 30 نفر در رابطه با اکثریت خاموش و غیره. دومی که تعداد کلیپ ها زیاد شده، سومی که از داخل کشور داوطلبامون بیشتر شده. من در جلسه روز
برنامه رو سه‌شنبه خدمتتون نشون دادم. یک عزیزی به نام فلیچ، آیدی هم فلیچ گذاشته که کسی نفهمه ایشون کیه دیگه، بنرهای زیبایی درست کرده داره میفرسته، ویدیو میخوان ادیت کنن. از یک عزیزی هست به نام میگم آسما یا آسما، ایشون متن رو فارسی می‌نویسن، گوش میدن ویدیو رو متن فارسی می‌نویسن میاد. هنوز با مترجم خوب انگلیسی احتیاج داریم که به زودی بتونیم که تمام این کلیپ‌ها رو در یک جایی بذاریم، در یک سایتی و بعد در اینستاگرام و دنیا و جهانیان ببینن. به چند کلیپ نگاه می‌کنیم، برمیگردیم و پنل مخصوص بانوان در روز جهانی زن رو ادامه خواهیم داد. با ما باشید. من به این رژیم ضد بشری آخوندی اعتراض دارم که برای انسان‌ها و جان انسان‌ها ارزش قائل نیست. برای بقای خودش لازم باشد به هر جنایتی دست می‌زند. جنگ در سوریه، کودک کشی با پول مردم ایران، کشتن دانشمندان به بهانه‌های واهی، کشتن معترضین در زندان، در اعتراض به تمام جنایت‌های این رژیم یک دقیقه چراغ منزل خود را خاموش می‌کنم. پاینده ایران. بهترین مبارزه با جمهوری اسلامی مبارزات مدنی هست. ننگ بر جمهوری اسلامی. درود بر شاهزاده رضا پهلوی. ساعت 10 در حمایت از اکثریت خاموش از طرف کمپین بازگشت شاهزاده تاج است. خب قبل از اینکه از خانم لاری خواهش کنم برنامه رو ادامه بدن، بخونم که شهریار پورسینا نوشته انقلاب بعدی از آن شیرزنان ایران خواهد بود. و درودی هم دارم به بانو ناهید دایبندی که هم اکنون پیوستن به فیسبوک. بانو شهریار لاری، اگر که وبکمتون روشن بفرمایید خواهش میکنم که برنامه رو ادامه بدید، اگر نه که بله تشریف آورد بفرمید. خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما جناب دکتر فروتن. 8 مارس امسال در شرایطی به استقبال این روز رفتیم که جامعه ایران با موجی از تنفر نسبت به حکومت روبرو شده بود و دانشجویان، معلمان، مالباختگان، بازنشستگان، میلیون‌ها نفر از مردم در خیابان‌ها ریختن که حکومت ایران رعشه و لرزه به تنش کنه. زنان در ایران در رأس این مبارزات حرکت کردند و حرکت دختران خیابان انقلاب بر حقیقت اعلام جنگ رسمی و علنی بر علیه قوانین، سنت‌ها و فرهنگ ضد زن اسلامی بود. در حقیقت اونها اون پاچه‌هایی رو که بر سر چوب‌ها بستن چکیده از اثاره زن ستیزی حکومت اسلامی بود و در مقابل چشم جهانیان گرفتن، به دنیا اعلام کردن که حجاب تکه ای پارچه نیست، به مردم دنیا اعلام کردن که جامعه ایران جامعه اسلامی نیست، جامعه با حکومت فاشیست اسلامی، و مردم ایران عزمشون رو جزم کردن که حکومت اسلامی رو سرنگون کنن. اگر حکومت اسلامی 39 سال قبل با اجباری کردن حجاب خواست تا پایه‌های حکومتش رو مستحکم کنه، اگر فرمان یاروسری یا توسری فرمان حمله به کل جامعه ایرانی رو داد، الان با پرتاب کردن حجاب و با نگفتن به حکومت اسلامی در حقیقت زنان سوت پایان حکومت اسلامی رو به صدا در آوردن. جناب دکتر فروتن اگر اجازه بدید در بخش بعدی من اعلام خواهم کرد که در 8 مارس گذشته، در روز گذشته، زنان در ایران چه فعالیت هایی صورت گرفت به مناسبت روزگذشت این. سپاسگزارم از شما. با تشکر از شما بانو لاری گرامی.
درود به جناب محمد رضا خیبری که تشریف آوردن، به بانو لاری و دیگر دوستانشون سلام و درود دارن، نه همون درود دارن، سلام ندارن، سلام عربی، و درود به بانو فکر کنم آران یا آران بلورچی که جوین کردن به این گروه. خب خانم بحرینی پور شما خواهش هم ادامه بدید، ولی اگه ممکنه مثل اینکه خبری قبل از برنامه گفتید که این سفارت جمهوری اشغالگر اسلامی رو تو لندن مثل اینکه یه سری گرفتن یه کاری کردن، اگه در اون با رابطه هم اگر خبری دارید بفهمید و بعد ادامه بدید بخش مورد زنان رو بفهمید. با سپاس فراوان جناب فروتن. بله با پوزش، این پیامو در حقیقت من در مسنجر از یکی از دوستان به نام محسن گرفتم و پرپوری هم داره، ولی متاسفانه من نمیتونم اینو برای شما بفرستم چون تو مسنجره. نوشتن که سفارت ایران در لندن همچنان در اشغال هواداران آیت الله سید حسین شیرازی قرار دارد، انقلاب بیداری. و اما اگر که ملاحظه فرموده باشین پیشتر، در حقیقت دو سه روز پیش بود که این برنامه اجرا شد و اینو بازداشتش کردن و در کربلا بود، در کربلا اونا سفارت ایرانو اشغالی ایرانو گرفتن. و اما یه چیزی رو که ما نباید فراموش کنیم اینه که تمام اینها سر تا پا یک کرباسن، سگ زر برابر شغال. پس بنابراین اینم خودش یه مقشوریه، یا اینی که توی آب نمک خوابوندن با انگلیس حرومزاده که میخواد این برنامه ها رو به این صورت جلوه بده که این بر علیه این رژیمه، در حالی که اگر این بر علیه بوده تا حالا که نزدیک 40 ساله این برای مردم ایران چه کار کرده؟ هیچ. پس بنابراین بدونیم که اینا همه موش و گربه بازیه و با آب زیر کا انگلیس. این از و اما کنون میپردازم به دنباله خدمات شاهنشاه آریامه. آریان چنان افتخار آفرین بود 40 سال پیش که رشک جهانیان به ویژه پادشاه مزور و حسود انگلیس، سر فراماسونری جهان و دشمن شماره یک شاه و ایران را برانگیخت، که با نیرنگ ها و توطئه ها با همکاری همپالگی هایش سران کشورهای امریکا، فرانسه و آلمان در کنفرانس گواتلوپ و سوء استفاده از ناسپاس، تازی پرستان، مزدوران و خائنین ایرانی نما شورش 57 را به وجود آورد و تمام تلاش های شاهان پهلوی که در سازندگی ایرانی نوین و پیشرفت آن بود صدها سال به عقب برده و ایران و ایرانی را به نابودی کشید. آره وقتی به گذشته فکر میکنم ببینم که شوربختانه وجود دوگانگی در زندگی همین مردم و اولویت دادن آنها به خرافات تازی و تازی پرستان بوده که مغزهایشان بدون اینکه خودشون بدونن خورده شده بود، به گونه ای که اکثریت تازی بوده و فقط در ظاهر متجدد. همین بانوان در آشورا و تاسوعا سفره سقط شده تازی دشمنان را می انداختن، مهمان دعوت می کردن، مهمتر این که آخوند مفخور زالو صفت دشمن ایران ایرانی مهمان ویژه آنها بوده و بانوان تازی پرست به ظاهر ایرانی همه با حجاب نشسته و به مزخرفات آن تازی آخوند گوش فرا می داده با پوزش به سر و سینه خود می زدند و زاری می کردند. در پایان هم آخوند و با سلام و صلوات و پول زیاد و پر کردن جیب های فراخش با خوراکی های خوشمزه و شیرینی جات بدرقه می کرد. در حالی که مسلماً اون زالو آخوند لجن به حماقت آنها توی دلش قش قش می خندیده که چگونه هنوز گرفتار در دام خرافات تازی ها هستند، اما به خیال خودشان متجدد. خودمونیم، واقعا این بانوان از خودشون شرم نمی کردن که خود را ایرانی می نامیدند؟ چون همین بانوان تازی پرست بودن که نونهالان را آموزش دادن
و دیدیم که همه یک شبه از جوانان شاد و خوشحال و به ظاهر پیشرفته به راحتی فرتور خمینی جانی رو دانی و نوکر انگلیس رو در ماه دیدن و آتش شورش 57 رو دامن زدن و پیش از اون که بدانن در چه دام مهلکی افتادن خود و میهن پیشرفته رو به نابودی کشیدن و آدم واقعا شاخ در میاره که چجوری ممکنه یه همچین کاراری کرده باشن و خود و میهن پیشرفته رو به نابودی کشیدن و بعد خدا میدونه که چه ها کردن که نمیبایست می کنن. در اینجا بسنده سروده زنده نام بانو گیتی، خواهر گیتی و مبارز ارجمند روانشا در وصف حال این بانوان پس از شورش 57 که البته ایشون با آهنگ اینو می کنن. ملا اومد خرم کرد، قلاده گردنم کرد، با توسری و با زور چادر سیاه سرم کرد، تو نبودم ایرانی رخت عرب تنم. اما این بار با زنده کردن عرق میهن پرستی در توده مردم و همزمان لاروبی مغزها از خرافات تازیان که در واقع قادر خواهیم بود به درک اهمیت از دست داده ارزش‌های آزادی پر افتخاری که داشتیم، که در نهایت پس از رها کردن ایران مجروحمان بتوانیم در کنار التیام بخشیدن به زخم‌های عمیقش همزمان کوشا در سازندگی افکار عمومی در جامعه و به ویژه ساختار افکار میهن‌پرستانه در نوجوانان و نونهالان در مدارس که وظیفه بزرگ میهنی هر میهن‌پرست خواهد. در اینجا پروانه می‌خواهم که در بخش پسین به تساوی حقوق جنسیتی بپردازم و کنون رشته سخن رو به جناب فروتن میسپارم. درود بر شما بانو بهرینی پور. اجازه بدید که من اینجا درودی داشته باشم به واقعا یکی از همرزمان و کسانی که سالهای زندگیشو گذاشت و هنوز داره میذاره برای آزادی ایران، ضیا آتابای گرامی که NITV رو داشتن و دارن، الان تو فیسبوک هستن، به دوستان درود گفتن. ضیا جان درود بر تو، خوشحالم میبینمت. اگر که ما برنامه مخصوصی امروز داریم و با پنل بانوان در رابطه با روز جهانی زن، اگر مایل هستی و جایی هستی میتونی برای من اونجا بنویسی و من اون شماره موبایل شما رو که با 39 تموم میشه میتونم بگیرم که اگر پیامی برای بانوان داری در این برنامه شما هم شرکت بکنی. دیگر این که آقای آرام آزاد نوشته دیپلماسی بدون نیروی نظامی مثل یک موزیکیه که ساختیم ولی ساز نداریم که بزنیمش. این هم یک رو تعبیری است در رابطه با این که چگونه باید هماهنگی حد مدیریت کرد این خیزش مردم ایران رو در داخل و خارج از کشور، به خصوص برای اینکه همه بسیاری و باورشون این هست که تا زمانی که نیروهای نظامی به مردم نپیوندن و اسلحه‌هاشون رو به درب رژیم نگیرن، تا اون زمان احتمال سرنگونی خب پایین تر خواهد بود. اجازه بدید اینجا من از بانو زیربندیان گرامی خواهش کنم که در این بخش برنامه رو ادامه بدن. بفرمایید، خواهش میکنم. سپاس بیکران از شما و بقیه یاران. بله، بانوی ایرانی در طول تاریخ برای رسیدن به خواسته هاش مبارزات زیادی داشته. اگه به تاریخ معاصر هم نگاهی بندازیم متوجه این موضوع خواهیم شد، چرا که در بسیاری از رفتارهای فرهنگی و عرفی جامعه ما به غلط مسائل عنوان میشه که اصولا ربطی به خود موضوع نداره و فقط بحث‌های حاشیه‌ای هستش و با استفاده کردن از کلماتی همچنین که تو ناموس من هستی و یا غیرت من اجازه نمیده که تو بری سر کار و یا هزاران مسائل دیگه که در بطن جامعه ایران نهادینه شده، سعی در محدود کردن بانوان ایران زمین شده. توجه کنید در این بخش از صحبت من به دو موضوع سیاسی و فرهنگی دارم اشاره می کنم.
دقت بفرمایید، در زمان حکومت پهلوی در ایران آزادی‌های اجتماعی بسیاری وجود داشت، اما این باورها و یا الگوهای اشتباه فرهنگی و یا بعضاً مذهبی بود که سعی در محدود کردن زنان داشت. به عنوان مثال، دختر نباید بلند بخنده، دختر نباید بلند صحبت کنه، دختر نباید اینجور، دختر نباید اونجور و غیره. پس نوع سرکوبی که بانوان ایرانی تجربه کردن هم فرهنگی بوده، هم خانوادگی بوده و هم سرکوب‌های سیاسی. و امروز این سوال مطرحه که چه باید بکنیم؟ ما بانوان که خوشبختانه با سوادتر از زن دیروز هستیم و پویاتر شدیم، چه باید بکنیم؟ به نظر من باید با توجه به تاریخ بلند آوازه‌ای که داشتیم، در ابتدای امر این موارد تاریخی فرهنگی کهن سرزمینمون رو به نسل امروز یادآوری کنیم، آموزش بدیم و سعی در آگاه کردن بانوان و دختران باشیم و حتی آقایون، که ما بانوان ایرانی در گذرگاه‌های تاریخی فرهنگی کشورمون بسیار اثرگذار بودیم، چه تاریخ معاصر و چه در گذشته‌های دور. و البته که به نگاه به همین تاریخ معاصره که میتونیم به همگان بگیم که بانوی ایرانی بر مسند ریاست تکیه می‌زده و جایگاه ویژه‌ای داشته، هرچند که نواقصی هم بود. اما در عرصه سیاست بانوی ایرانی به مقام وزارت میرسه، طبق فرمایش بانو بحرینی، مانند بانو فرخرو پارسا یا بانو بهناز افخمی و غیره. در عرصه هنر و فرهنگ و مدیریتی هم همینطور. و ما باید تلاش کنیم در این روز که یک روز جهانی هستش و برای بانوان بسیار پر اهمیت، صدای بلند اعتراض و خواسته هامون رو به گوش جهان، جامعه مرد سالار، دولت ایران و یا هر فرد و انجمنی که در راه آزادی تلاش می کنن برسونیم و پیگیر خواسته هامون باشیم. جناب فروتن گرامی، میکروفون در اختیار شما، در ادامه در پیشگاهتون هستم. بسیار متشکر بانو زیربندیان گرامی. آقای زیاتابایی نوشتن که من تب دارم، به امید پروردگار هفته آینده در خدمت خواهم بود. عزیزاتون پرسندم زیا جان، امیدوارم که سرماخوردگی یا هر بیماری هست هر چیز زودتر کسالتتون خوب بشه و آرزوی سلامتی و قدرت و توانایی و مانند تمام سالهایی که شما این کار انجام دادید و روزهای اولی که من کارم شروع کردم با عنوان فعال سیاسی NITV. اون داستانش جالبه، NITV یکی از اولین تلویزیونایی بود که اون برنامه جنبش ایران فردا رو گفت من پخش خواهم کرد، وقتی بسیار دیگر پخش نمی‌کرد. خب اجازه بدید که درود داشته باشم به پال مهری، سهیلا آریا، ماریا ها، بابه البرز و شیرین موسا و خانم یک عزیزی که همیشه همجا هستن، الان اسمشون رفت پایین نمیگیرم. خب اجازه بدید که از بانو نوری خواهش بکنم که در این دور دوم برنامه رو ادامه بدم. بفهمید، خواهش میکنم. سپاسگزارم جناب دکتر. 8 مارس هر سال فرصتی هستش که همه ما به موقعیت زنها نگاه کنیم و ما میخواییم به ویژه امسال در مورد موقعیت زنان در کشورهای اسلامی همه نگاه ها به موقعیت زنان معطوف بشه در ایران. نزدیک به 40 سال هستش که حکومت جمهوری اسلامی موقعیت زنان رو با شلاق
با اسید پاشی، با دستگیری و یا اعدام و زندان محدود میکنه. در ایران میلیون ها زن حق طلاق ندارن، حق حضانت فرزند ندارن، حق کارم ندارن و اگر به این قوانین اعتراض کنند، همواره حکومت با نیروهای سرکوبگر و مزدورانش میان به جنگ زنها. ولی در عین حال ما در ایران شاهدیم که نزدیک به 40 ساله که جنبش نوین، جنبش برابری طلبانه، جنبش دفاع از انسانیت و حقوق زنان وجود داره و در جریان هستش. حکومت اسلامی بلافاصله پس از اینکه سر کار اومد فتوایی داد علیه زنا با عنوان یا روسری یا توسری و به زنها حمله ور شد. 8 مارس سال 57 نطفه های جنبش نوین زنان علیه حکومت اسلامی بسته شد. هزاران زن رفتن توی خیابون و اعلام کردن نه روسری نه توسری، ما آزادی میخواییم. و امسال 39 سال از این تاریخ گذشته و ما ادعا میکنیم در ایران یک جنبش گسترده عظیم و اجتماعی میلیونی علیه جمهوری اسلامی، علیه قوانین ضد زن، علیه زن ستیزی اسلام در جریان است. در ادامه در بخش بعدی خدمتتون عرض میکنم جناب دکتر. خب بسیار متشکرم. قبل از اینکه دور بعدی رو شروع کنیم که احتمالاً نه دور آخر نخواهد بود، دور دیگه میریم ولی کوتاه، یکی این که ضیا، ببخشید میگم ضیا چون آقای آتابای رو سالها میشناسم، حالا بعدا تعریف میکنم، 50 سال پیش از ایران میشناختم، بعد که اومدیم اینجا با NITV هم آشنا شدیم. ضیا می‌نویسه من تا ایران رو نبینم نمی‌میرم. درود بر تو ضیا جان، مسلما ما هم خواهیم دید و به زودی هم خواهیم دید. آقای انوشیروان رمضانی هم نوشتن جناب فروتن در مبارزتان پاینده و برقرار باشید، راهتان ادامه دار باشد، خسته نباشید، ارادتمند انوشیروان. درود بر شما هممیهن عزیز جناب انوشیروان و پیامتون. خب اتاق فرمان به من پیام دادن که اون انیمیشن رو که صحبتشو میکردیم آماده است. اینجا من مایلم از بانو مریم اکبری گرامی تشکر کنم برای اینکه ایمیل این انیمیشن رو برای من فرستادم و من پخش کردم. این انیمیشن رو با هم نگاه میکنیم، برمیگردیم و یک دور و یا دو دور دیگه خواهیم زد در پنل تا پایان برنامه که حدود 30 دقیقه دیگه خواهد بود. با همین ویدیو رو با هم نگاه میکنیم. I don't accept the hijab. This is not my real personality. It is forced on everybody. If I could choose, I don't choose the hijab. When I saw women like Vida Mubahedi taking their headscarves off in public, I wanted to support them, so I made this animation with my boyfriend about women fighting for freedom. I like my country, I like Iran, but I don't like my government because we have a lot of unequal rules in Iran. In Iran, girls are forced to be liars. We must hide everything. We have to hide from our family and from the government. You must wear a hijab, but it's like you censor yourself when you put it on. If you don't have a hijab, they watch you a lot,
They think you are a whore or you are crazy. From the age of 7, all day and all night, everywhere you go, you must wear it. I am hopeful that there will be change in the future, but if they kill people, if they imprison all of them, then I don't see it happening. If people can somehow come together for freedom, then we can succeed. با تشکر از اتاق فرمان که ویدیو رو تهیه کردن. آقای رسولی با آقای آتابایی میگن تندرست و سلامت باشید جناب آقای آتابایی گرامی، درد و بلاتون بخوره تو سر هرچی آخوند حکومتی و مفت خوره. ما شما رو بسیار دوستتون داریم و بنده همسرم برای جناب علی آرزوی سلامتی و بهروزی داریم. درود دارم به مسعود سالفزون و شهرام خاوری و دوستانی که پال مهری و دوستانی که مرتب دارن در به اتاق فیسبوک اضافه میشن، شیر میکنن و برای بانوانی که در این پنل هستن گل و عشق و محبت و لاو میفرستن. خب ما دو دور دیگه میتونیم در این پنل بچرخیم. اگر امکان داره از عزیزان در پنل خواهش میکنم که حدود 2 دقیقه اگر این بار، یعنی هر کدوم از این دو بار رو صحبت بکنن، جمعاً 4 دقیقه رو 2-2-3-1 هر جور که مایلید. بانو لاری شما بفهمید اول، خواهش میکنم. سپاسگزارم جناب دکتر فروتن. فقط با عرض پوزش این گزارشی که الان میخوام بخونم شاید یک کمی از 2 دقیقه بیشتر بشه. این برای فعالیت های مردم در روز گذشته در ایران بوده. شما هر مقدار که وقت مایل هستید بگیرید، من ساکت میمونم آخر برنامه حرف میزنم، فقط میگم خداحافظ. امروز روز بانوانه و امروز شما عزیزانه. بفهمید، خواهش میکنم. بزرگواری تمنا دارم، سپاسگزارم. 8 مارس 2018، 17 اسفند 96، فعالیت های روز جهانی زن در شهر به شهر ایران به طور ویژه و باشکوهی برگزار شد. زنان در چندین شهر از جمله تهران، کرج، کرمانشاه، گچساران و مقابل دانشگاه مازندران دست به تکثیر فردی و گروهی دختران خیابان انقلاب زدند. با همراهی مردم به حجاب اجباری نگفتند. در مترو تهران گروهی از زنان حجاب خود رو برداشتند و به سخنرانی در مورد 8 مارس روز جهانی زن در پرداختند و در حمایت از دختران خیابان انقلاب و مبارزه علیه حجاب اجباری و قوانین تبعیض‌آمیز از روز 8 مارس سال 57 تا به الان پرداختن. همچنین این زنان سرود برابری رو به صورت گروهی خواندن. در خیابان انقلاب تهران در گرامیداشت روز جهانی زن اقدام به پخش شیرینی بین آبرین شد. در صفحه در چندین نقطه شهر در گرامیداشت روز جهانی زن اقدام به دادن گل و شیرینی و کارت تبریک به زنان کردند. دانشجویان در همدان با در دست داشتن پلاکارت‌هایی با مطالبه برابری در سطح شهر در مورد روز جهانی زن، روز جهانی زن با شهروندان به گفتمان نشستن. در مناطق و شهرهای مختلفی من جمله در طاق بستان کرمانشاه، مریوان با برداشتن حجاب پیام تصویری روز جهانی زن رو گرامی داشتن. در شهرهای اصفهان، تهران، کرمان، تبریز، همدان شعارهای نه به حجاب اجباری، دختران خیابان انقلاب و زنده باد 8 مارس، زنده باد انقلاب زنانه و مرگ بر دیکتاتور به مناسبت روز جهانی زن دیوانه‌نویسی شد. مقابل وزارت کار به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن تجمعی برگزار شد. شرکت کنندگان پلاکارد‌هایی با شعار علیه تبعیض و نابرابری جنسیتی که در دست داشتن، همچنین سرود ای زن ای حضور زنی که خوانده شد، تجمع با دخالت و خشونت ماموران سرکوبگر مواجه شد. امروز 59 زن، 25 مرد و مجموعا 84 نفر دستگیر شد به دلیل ضرب و شتم. 1 نفر از تجمع کنندگان به بیمارستان منتقل شد. خانواده و حامیان بازداشت شدگان در مقابل بازداشتگاه خیابان گذرای تهران تجمع کردند. بازداشت شدگان زیر 18 سال و افراد بالای 60 سال
تا لحظه انتشار این بیانیه آزاد شدن. شهرداری تهران اقدام به لغو مراسم فراخوانی داده شده از طرف تشکل‌های زنان کرد. تکثیر 7 مارس زنان در استقبال روز جهانی زن به صورت گروهی در شهر تهران در خیابان انقلاب حجاب رو از سر برداشتن. مقابل جشن ارشاد دست به راهپیمایی زدن. چند روز قبل هم در مشهد زنان بدون حجاب و با شعار زنده باد روز جهانی زنان بی حجاب به صورت گروهی به استقبال این روز بزرگ و تاریخی رفتن. 7 مارس یک روز قبل از روز جهانی زن، مریم شریعت مداری از دختران خیابان انقلاب که مورد خشونت مامور ناجا قرار گرفته بود از زندان قرچنگ که برامون به قید وثیقه آزاد شد. 7 مارس در بندر عباس مقابل پاساژ زیتون در حمایت از دختران خیابان انقلاب پسری روی سکویی رفت و یک شعار رو که بر سرش کرده بود به نشانه اعتراض به حجاب اجباری به اعتراض فرامد. در شهرهای تبریز شعارهای زنده باد 8 مارس روز جهانی زن، حکومت ضد زن، سرنگون، آزادی، برابری، حکومت انسانی در اصفهان همچنین شعار نه به حجاب اجباری دختران خیابان انقلاب در اهواز زنده باد انقلاب زنانه دیوانه ریزی شد. من سعی کردم خیلی سریع تیتوار اونها رو بخونم. سپاسگزارم. خسته نباشید خانم لاری. من فکر کنم وقتی بخش اینو پخش میکنیم اون بخش شما رو سلو موشن میکنیم بعد صداش هم تنظیم میکنیم که یکم اینجوری بره، ولی براو واقعا که چه گزارشی. و عزیزانی که برنامه رو در فیسبوک میگیرن دارن از شما تشکر میکنم و تمام اخباری که دادید و درود به تمام عزیزان در درون مرز. خب اجازه بدید که اینجا از بانو بحرینی پور گرامی خواهش کنم که برنامه رو ادامه بده. بفرمایید. سپاسگزارم جناب دکتر فروتن. و اما در این بخش از گفتارم نظر شما گرامیان به تساوی حقوق جنسیتی جلب می نمایم. از آنجایی که همه واقفی در گذشته پر افتخارمون نونهالان از کودکی به هم خو گرفته و در تمام مراحل زندگی با هم بزرگ می شدن، این گونه که در اجتماع همچو یک روح در دو جسم بودن و همواره به عقاید یکدیگر احترام می گذاشتن و حتی بانوان در درجه اولویت بود. با هم در ورزش، موزیک، جشن‌ها شرکت می‌جستن و از بودن در کنار هم خوش و در حقیقت اجتماعی سالم، شاد و جامعه‌ای پیشرفته داشتن. و اما پس از استیلای تازی‌های وحشی بر ایران، آنها رفته رفته با احکام و خرافات اسلام مغزها را به گونه‌ای شسته و زن و مرد را از هم جدا و در نهایت آنها را به دو غریبه تبدیل کرد و اولویت را 100% به پسر دادند و دختر را از تمام حقوق حقه خود جدا کرد. به گونه ای که کم کم زن تبدیل شد به یک موجودی که هیچ گونه حقی در مقابل مرد نداشت و حتی به او قبولانده بودند که عقلش هم نیمی از مرد. نخست تحت حمایت پدر و برادر و سپس هم همسر که به او به صورت کالا نگاه میکرد و همچنین ماشین جوجه کشی. و این که میبایست خود را از چشم نامحرم حفظ کند و بدون حجاب در انظار ظاهر نگردد. در حقیقت یک ربات بدون هیچ گونه شخصیت فردی. و اما پرسش در اینجاست که این مادر چگونه قادر خواهد بود فرزندان فریخته‌ای به جامعه تحویل دهد؟ و اما بدین منوال پیش رفت تا اینکه رضا شاه بزرگ روانشان شاد در 17 دی ماه 1314 ارزش‌های از دست رفته زن را به او برگرداندن زیر لوای کشف حجاب، که البته نشانگر آن بود که نیمی از جامعه که فقط در بخش درونی منزل بودند به اجتماع بیرون راه یافتند، که مسلماً گام بزرگی بود در زندگی آن بانوانی که سپاسگوی بودند. پس نهایتاً به آنجا می‌رسیم که جامعه زمانی پیشرفت می‌کند که زن و مرد حقوق مساوی داشته و مهمتر این که برای افکار یکدیگر احترام قائل باشند. که البته این روش میسر نخواهد بود مگر اینکه پس از رهایی ایران در وهله نخست عرق میهن‌پرستی در نونهالان زنده و گفتار و پندار و کندار نیک را که آموزه بزرگ زرتشت است در مراحل گوناگون زندگی به آنها آموخته و این گونه همانند گذشته پر افتخارمان دختر و پسر بار دیگر از کودکی در کنار هم و با هم بزرگ شوند. مهمتر این که به یک دیگر به صورت دو دوست نگاه کنند، نه دو جنس مخالف. و کنون رشته سخن رو به جناب
فروتن میسپارم و در بخش پایانی به جشن جاوید میپردازم. جناب فروتن. با تشکر بانو بهرینی پور. خب از بانو زیربندیان خواهش میکنم ایشون برنامه رو بدن و بانو لاری در دور بعد دور آخر هست. یادتون باشه که شما آخرین نفر خواهید بود که اون شعر رو هم بخونید. بانو زیربندیان بفرمایید، خواهش میکنم. سپاس از شما جناب دکتر فروتن. عذر میخوام، من 2 دقیقه وقت خیلی برام کمه. من میتونم 2 دقیقه بعدیم هم اضافه کنم؟ شما همونجوری گفتم مانندلاری، شما هر 2 دقیقه بعدی هم اضافه کنید، دفعه بعد هم صحبت کنید. من فقط میگم بدرود. بفهمید، خواهش میکنم، ادامه بدید. تشکر. من میخواستم در ادامه صحبت‌های قبلم که قرار شد پیگیر خواسته هامون باشیم، اینکه خواسته های بانوان ایرانی چیست صحبت کنم. به هر عزیزی که الان داره صحبت های بنده رو میشنوه میخوام بگم که خواسته های ما بانوان هر چی که باشه کم و یا حداقلی نیست، چرا که فکر میکنم سوء تفاهمی شده در بین مردم و فعالین سیاسی که زنان پوشش اختیاری میخوان. اما فقط این نیست، یعنی بانوان فقط همینو میخوان؟ موضوع به همین 1-2 مورد میخواد ختم بشه که مثلا بریم ورزشگاه فلان مسابقه فوتبال رو ببینیم؟ منی که فوتبال رو دوست ندارم چی؟ حقوقای دیگم چی؟ پس من که فقط فوتبال رو دوست ندارم، مثلا دوچرخه سواری رو دوست ندارم، ولی نیاز دارم به حقوقهای خودم، اونا چی میشه؟ اینا که جزو حقوقی به حساب نمیاد که تمام خواسته های ما باشه. باور بفرمایید که باعث شرمه که در قرن 21 ما در مورد رفتن به استادیوم و یا نوع پوشش بخوایم تلاش و مبارزه کنیم. اینا خواسته های ما نیست، اینا حقوق اولیه ما هستن که از ما گرفته شدن و ما باید امروزه برای به دست آوردنش مبارزه کنیم و یا حتی براش هم نام بذاریم، مثلا آزادی های یواشکی و یا غیره و یا حالا هر چیزی. من به شخصه برای هر شخص و یا گروهی که برای رسیدن به آزادی تلاش میکنن احترام زیادی قائلم، اما توجه بفرمایید، محدود کردن دایره خواسته هامون و حقوقی که اصلا و ابدا قابل بحث و چونه زدن نیست به 2 یا 3 مورد پیش پا افتاده تبدیل بشه و به گمان من خیلی ما رو حقیر جلوه میده. چطور کشوری که تا همین 40 سال پیش این همه آزادی اجتماعی درش وجود داشت، زنان در عرصه‌های مختلف حضوری فعال داشتن، امروزه برای رسیدن به حقوق اولیه خودشون وارد فازهای به اصطلاح مبارزاتی میشن. این خیلی خوبه که همه تلاش کنیم برای رسیدن به خواسته ها و مطالباتمون، اما محدود کردنش مسئله‌ایه که به شخصه باهاش مخالفم. در راه مبارزه اگه به حد اقل هامون بسنده کنیم بعید میدونم چیز زیادی گیرمون بیاد. اما آیا در طرح‌های مبارزاتی بحث‌هایی شده برای اینکه در آینده ایران آزاد ما رئیس پارلمانمون یک زن باشه؟ آیا حرفی به میون اومده؟ آیا شما جایی شنیدین که صحبت از این باشه که وزیر امور خارجه‌مون یک زن باشه؟ و اما اینجا از من اگه سوال بشه که جایگاه بانوان ایرانی رو چگونه در آینده میبینید، اینجاست که من این جایگاه رو مد نظر دارم که اگر بانوی سطح سواد و تحصیلات مربوطه رو داشته باشه چرا نباید به ریاست برسه، یک استاندار بشه، یک وزیر، یک فرماندار، یک شهردار، یک نماینده مجلس، یک قاضی، یک رئیس دادگاه و غیره بشه؟ اجازه میخوام در ادامه در پیشگاهتون باشم. واقعا درود بر شما بانو زیربندیان گرامی، پیام های پر از
گل و عشق و محبت هم برای صحبت‌های تک تک شما عزیزان اومده. اجازه بدید که از بانو نوری خواهش بکنم که برنامه ادامه بدم. بفهمید، خواهش بکنم. سپاسگزارم جناب فروتن. امسال در شرایطی به استقبال 8 مارس میریم که زنان در دنیا به پا خواستند و متحدانه و بین‌المللی از حقوق انسانی خودشون دفاع میکنن. در قرن 21 درسته که از هر 3 زن یک نفر مورد تعرض و خشونت جنسی قرار میگیره و این درسته که میلیون ها زن در کشورهای اسلام زده از حقوق و حرمت‌های انسانی خودشون قانوناً محروم هستن. این درست که سالیانه هزاران زن قربانی قتل‌های ناموسی میشن و زنان هنوز در همه جای دنیا به ازای کار برابر مزد برابر دریافت نمی‌کنند. اگر در دنیا در یک دوران با تسلط جنبش اسلامی در ایران و افغانستان و سودان و غیره زنان را تا حد هیچ بودگان پس راندند و همه حقوق انسانی اونها را مشتی جانور انسانی به گروگان گرفتند، اگر در این سالها شاهد تحمیل حجاب، سیاهی و تباهی به زنان بودیم، اگر رسماً حق طلاق و تکفر را از زنان گرفتن و اونا رو به ازای گرفتن نفقه گفتن تمکین کن، زنان به پا خواسته و اعلام کردن که قوانین اسلامی و حکومت اسلامی رو نمیخوان. در مصر بعد از یک انقلاب و سرنگونی حکومت مبارک و در تونس بعد از رفتن بن علی، جنبش اسلامی سعی کرد دستاوردهای انقلاب را قبضه کنه و برای به شکست کشاندن انقلاب مردان همچون ایران اول به زنان حمله کردند، اما طوفان درو کردند. امسال در ایران در شرایطی به استقبال 8 مارس رفتیم که فقر و نداری مردم رو به بن‌بست کشوندن. حکومتی در هم ریخته و عاجز که تنها هنرش جنایت کردنه، آدم کشی و اعدام هست. این حکومت درگیر بیشترین جنگ درونی هستش. دزدان میلیاردها دلار پول و ثروت مردم به جان هم افتادن و از دزدی‌های کلان همدیگر افشاگری می‌کنن. این حکومتی هست که با انزجار عمیق مردم روبروست. حکومت سنگسار، اعدام، زن‌ستیزی، حکومت آپارتاید جنسی باید فوراً سرنگون بشه. 8 مارس امسال باید با این روحیه به سازمان دادن همه مراسم رفته باشیم که میتونیم این روز رو به روز به صدا در آوردن سوت پایان حکومت اسلامی تبدیل کنیم. حکومت اسلامی ایران با سرکوب زنان، با حمله به زنان اومده و پایه‌های خودش رو محکم کرده و امروز با حمله به زنان به این حکومت با پرتاب کردن حجاب ها با شعار نه به آپارتاید جنسی ما میتونیم پایه های حکومت اسلامی رو بلرزونیم. این حکومت باید سرنگون بشه و زنان در این سرنگونی بیشترین نفع رو خواهم برد. پس پیش به سوی سرنگونی حکومت اسلامی. زنده باد 8 مارس، روز جهانی زن. جناب دکتر خدمت شما. درود بر شما بانو گرامی، واقعا دستون درد نکنه. این دور آخر رو که شروع خواهیم کرد، بعد از اینکه من چند تا کامنت رو فیسبوک بخونم، با خانم بحرینی پور شروع خواهیم کرد، بعد خانم زیربندیان و خانم نوری که آخرش خانم لاری باشن که برای ختم برنامه اون متنی هم که دارم بخونم. بذارید من درود داشته باشم به بانو دورنا پارس و همچنین مریم ایرانی ایرانی، آزیتا آذر، و وقتم نیست تمام پیام‌ها رو بخونم، ولی همگی لطف دارن و برای شما بانوان گرامی لاو و گل و عشق و روز و همه چی میفرستن. با
بانو بهرنی پورگرامی، خواهش میکنم در این بخش پایانی برنامه صحبتاتون رو بفرمایید و پیام خداحافظی اگر برای عزیزان دارید هم بفرمایید. با سپاس فراوان و درودی دیگر جناب فروتن، در این بخش پایانی میخوام توجه شما گرامیان را به جشن جاوید که در 20 اسفند ماه برگزار میشده جلب نمایم. این جشن یکی از کهن‌ترین جشن‌های ملی ایران بوده که پدران ما در هر سال به نشان ارج نهادن به ایرانیانی که در راه آزادی و استقلال سرزمین آریایی خود جان باخته بودند برپا می نمودند و با احترام نام آنها را می بود. جشن جاوید از زمان هخامنشیان بر جای مانده و اما آن هم به بوته فراموشی سپرده شده بود، همچه دیگر جشن‌های باستانی، تا اینکه دیگر بار این آیین دیرین را بر مبنای سال 1320 خورشید به شبانه کشور ایران از سوی ارتش‌های متجاوزین روس و انگلیس بمباران و اشغال شده بود، به فرمان شاهنشاه آریامهر در روز 20 اسفند ماه بنا نهادند. و نخستین بار این جشن در 20 اسفند ماه 1350 خورشیدی برگزار و از آن پس هر ساله با شکوهمندی در پیشگاه شاهنشاه آریامه در باشگاه افسران اجرا می‌گردد. آرمان برگزاری این آیین بزرگ داشت روان پاک سربازان جانباخته نیروهای مسلح شاهنشاهی در راه نگاهبانی از دهیم شاهنشاهی ایران و استقلال کشور و آبروی ملی بوده. در این روز بازماندگان جانباختگان که سرپرست خود را از دست داده بودند و در این گیتی پرآشوب تنها مانده بودند، در باشگاه افسران گرد هم می آمدند تا در حضور ملوکانه از آن دلجویی شوند. در اینجا از اتاق فرمان خواهش می کنم فرتور شاهنشاه را بگذارم. در آن روز شاهنشاه آریامه در پشت میزی که نشانها و فرمانها بر روی آن قرار داده بودند جای می گرفتن و نام یکی یک جانباختگان را می خواندن و بازمانده درجه یک وی بر کنار میز می رفته و ایشان شخصا نشان یا فرمان را به او اهدا می کردن. و آخرین اجرای برگزاری این جشن در سال 2536 شاهنشاهی بود پیش از شورش ننگین 22 بهمن 57. روانشان شاد و یادشان گرامی باد. پاینده ایران اهورایی پادشاهی برافراشته و همواره در اهتزاز با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان ایران. با سپاس فراوان از جناب دکتر فروتن، اتاق فرمان و میهمانان و بینندگان گرامی که مرا تحمل فرمودند. شبانگاهتان نیک، در پناه اهورا بدرود تا درود دیگر. خسته نباشید بانو بهرنی پور، بسیار متشکرم. اجازه بدید که از بانو زیربندیان خواهش کنم که در بخش پایانی برنامه سخنان پایانیشون رو بگن. بفرمایید، خواهش میکنم. میکروفونتون رو باز بفرمایید. بله. سپاس از تمامی شما عزیزان و بینندگان برنامه نهاد مردمی. و اما سخن آخر بنده تمنا و خواهشی از تمام مردم ایران زمین، چه شیربانوان و چه شیرمردان، و اون اینه که زمانی جامعه پویا سربلند و پیشرو خواهد بود که همگان به این باور و عقیده برسند که جنسیتی برتری بر جنسیتی دیگه نداره و هیچ قوم و نژادی برتری نسبت به دیگری نداره. این ایرانی که امروزه گرفتار چنین مشکلاتی شده باید به دست تمامی هموطنانم آباد و آزاد بشه و یادآوری میکنم اگر از بند تعصبات آزاد نشیم این کشور آباد نمیشه. هموطنانم، این ما هستیم که باید وطنمون رو از چنگال این اهریمنان آزاد کنیم و بعد در کنار هم برای آبادانی و سربلندی ایرانمون تلاش کنیم. کشوری که روزگارانی مهد یوتاب بوده نباید جایگاه زنانی باشه که در عرصه‌های مختلف مانع رشد دختران و بانوان هستند. من برای اون روز که جشن آزادی رو برپا کنیم تا
تلاش میکنم و بی صبرانه منتظر رسیدن اون روز هستم. باشد که جایگاه پر افتخار بانوان در فردای آزاد ایران رو به دست بیاریم. به امید پیروزی و آزادی. به شما عزیزان هم بدرود میگم تا درودی دیگر و به خدای بزرگ میسپارمتون. بدرود. خسته نباشیم بانو زیربندیان گرامی. درودی دارم به بهنود پارسی، شهره اصغری و دیگر دوستانی که تشریف میارن و برای شما عزیزان عشق و مهر و گل میفرستن. بانو نوری گرامی، خواهش میکنم در این بخش آخر سخنان پایانیتون رو بفرمایید. سپاس. گر تو آزاد نباشی همه دنیا قفس است، تا پر و بال و تو و راه تماشا بسته است. هر کجا هست زمین تا به ثریا قفس است. تا که نادان به جهان حکم روایی دارد، همه جا در نظر مردم دنیا قفس است. این انقلاب بیشک انقلاب زنانه خواهد بود. فقط کافی است که اراده کنیم و دست از مبارزه بر نداریم. شب بر شما عزیزان خوش و بدرود. با تشکر از بانو نوری، از اینجا خواهش میکنم که بانو شراره لاری در بخش پایانی برنامه صحبتشون رو بکنم. بفرمایید بانو لاری گرامی. سپاسگزارم از شما جناب دکتر فروتن گرامی. اگر اجازه بفرمایید چامه ای را آماده دارم تا تقدیم کنم پیشکش به یکایک بانوان ایران زمین. به نام سراینده آسمان، به نام نماینده جاودان، به نام حقیقت که بر تن دمید، به نام طبیعت که زن آفرید. به پاکی ز یاد عزیزان قسم، به گلهای در خاک پنهان قسم، قسم بر نیاکان و بر اسم زن که آزاد خواهیم. به یارای هر دخت این مرز و بوم، نگونسار سازیم که دارشون. چون میهن به بیننده آمدی، یکی دیده بالاتر از زن دید. زنان را در ایران ما شیر زاد، که شیران ایران زمین زباد. نه ترسی زبند و نه از زجر و در، نه از دید میدان و نه از نبرد. اگر چپ به زنجیر شد دست و پای، به چنگال ظلمت نگیرن جای. کشانن خفت به خاک سیه، برارن سر تا به خورشید و مه. گذارند بر سر کیانتاج را، فلک جا شکافند انباج را. سرانجام آینده در دست ماست، که از دست زن هر چه ریزد خلاست. نباشد اگر زن در ایران ما، چه بهتر نباشد تن جان ما. زن این گلستان ز گلها جداست، زن باستان نور چشمان ماست. به جان هر چه نیکی شماریم از این، نکویی به دل هر چه داریم از اون. غریبان به حق گر نیایش کنن، زن پارس زن مرز ما را ستایش کنن. گذشت عمر اشغال از سال 30، کجا شد حریف زن پارسی؟ همه کار و افکارشان زندگی، همه راهشان آفرینندگی. حماسه سرشت است بر جانشان، کلید رهایی به دستانشان. ز جان و خرد مهر زن برتر است، ز یاقوت و لعل و زمرد سر است. جهان بانوان بر شما این سرود، هزاران سپاس و هزاران درود. شب و روزگار در یکایک شما عزیزان خوش. واو، چقدر زیبا بانو لاری گرامی، واقعا دستتون درد نکنه. خسته نباشید هموطنان عزیز. از هر کدوم از شما که در فیسبوک الان این رو میبینید، بعد شیر میکنید، اشتراک میدید، درخواست ما این است که این برنامه به خصوص رو، مانند برنامه دیگر ولی این به خصوص رو، برای همه بانوان بفرستید. اگه تونستید برای این آخونده و بسیجیان بفرستید. فقط اینا این برنامه رو ببینن اصلا نمیم چکار میکنن، همجه میزن تو سر خودشون. واقعا این شیر بانوان، شیر زنان ایرانی در این برنامه چه گفتن و چه کردن. از تک تک عزیزان متشکرم، از بانو شراره لاری، از بانو سیمین بهرینی پور و نیاره نوری و بانو نسیر زیربندیان که لطف کردن در این برنامه بودن. مانند همیشه هموطنان عزیز، دعوت نهاد مردمی از شما، چه طرفدار جمهوری چه طرفدار پادشاهی پارلمانی، برای اینکه اینها رو بعد از سرنگونی رژیم
مردم ایران انتخاب خواهند کرد. اگر مایلید در جایگاهی باشید که مردمی باشه، انتخابات و رأی‌گیری که دو سه هفته دیگه در نهاد مردمی آغاز خواهد شد، حق رأی داشته باشید برای انتخاب هیئت امنا با شفافیت کامل، حرفتون رو بتونید بزنید، داوطلبی بکنید، برای آزادی ایران کار بکنید و همچنین میهمان برنامه باشید، مانند عزیزانی که در اینجا بودن، اینجا جای شما هست. امیدواریم که اگر مایلید با سازمانی کار بکنید، نگاهی هم به نهاد مردمی بیاندازید با سابقه بیش از 17 سال که داره و روزی نیست که عزیزان ما در این نهاد و بخش‌های مختلفش برای آزادی ایران زحمت نکشیده بودن. اگرم که دیدید که این برنامه خوب هست و سابقه که این سازمان داره، بدون بودجه هیچ کاری نمیشه کرد. اگر که بودجه نباشه، در همین حد برنامه‌های تلویزیونی فیسبوک و لایک و عشق و لاب و اینا خواهیم بود. ولی اگر بخواید در سطح جهانی کار بکنید، اون موقع نیرو لازمه، نیرو هم بودجه میخواد، لاجستیک میخواد. اگر که امکانشو دارید، به هر گروهی که مایل هستید، علاقه دارید، از جمله به نهاد مردمی هم نگاه بکنید. امیدوارم که همیاری و همکاری شما رو داشته باشیم. ولی مطمئن باشید که ما پیروزیم، چون حق با ماست، با هیچ کسی هم شوخی نداریم. سال دیگه با امید پروردگار 8 مارس رو بانوان ایرانی در آزادی، در رفاه و شادی برگزار خواهند کرد و مردانم در کنار آنها. شب روزتون بخیر. خدا نگهدار. پاینده ایران.